تیپ نهم گردان انصار الحسین علیه السلام و بسته به سازمان العمل اسلامی عراق دو تن از شهدای خود را در شهر مقدس کربلا تشییع کردند این شهدا در لبک به فتوای مرجعیت شیعه حضرت آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو برای دفاع از عتبات و مقدسات کشور عراق در اطراف شهر سامرا به شهادت رسیدند حسن الاسدی معاون دبیر کل سازمان العمل اسلامی در مصاحبه با شیوهوز گفت این شهیدان در لبه گویی به ندای مرجعیت عظیم و شن و فقط برای دفاع از مقدسات و عطبات کشور عراق جان خود را فدا کردند. گردان انصار الحسین علیه السلام وابسته به تشکل العمل اسلامی عراق یکی از دهها تشکل از مقلدین حضرت های طلال ازما شیرازی است که در پی فتوای معظم الله در دفاع از عتبات و مقدسات عراق تشکیل شدند و تا کنون بسیار را در دفاع از عتبات عالیات تقدیم کردند. بسم رب الشهداء و صدیقین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل عند ربهم يرزقون شهیدی دیگر از شهدای سازمان عمل اسلامی عراق را در قفله شهدای این سازمان تقدیم کرده ایم این شهید که در سامر را به شهادت رسید و آرزوی شهادت را داشت و این نقطه رو من اینجا تاکید می کنم که این شهید حالا بعضیا میگن این شهدایی که و این بچهای حجد شعبی که میرند به خاطر قضیه مالی دارن این قضیه را انجام میدن این شهید واقعا از نظر مالی وضع مالی بسیار بسیار قویری داشت خب ولی با استجابت از فدای مرجعه خودش این امر را پذیرفت و به میدان جهاد رفت و خون پاکش را تقدیم به حمایت از مقدسات خود کرده است اما این نقطه هم همین جا و در محضر همین مقام والای حضرت ابو فضل عباس و پیش جنازه این شهید من اینجا تاکید می کنم کسانی که میگویند خط آقای شیرازی هیچ شهیدی را تقدیم نکرده و وارد هیچ جنگی نشدن این نازه این شهید بزرگوار این تأکید بر این مسئله هستش که خطای شیرازی و مرجعیت رشید که این فتیان و این جوانان و این بزرگواران بر مبنای فتوای مرجعیت خودش فتوای مرجعیت آیت الله العظمى سید صادق شیرازی به میدان جهاد رفتند و خون پاکشون را تقدیم کردند و ما چیزی در حدود دهها شهید از این قبیل ما داریم